کردم مردی. خدا رو شکر زنده ای. زنده هم. تو هم زنده بمون. الان استراحت کن. یوسف. یوسف. یوسف خوبه. یوسف خوبه. باید استراحت کنی تا خوب بشی. دستم و حرکت دادم اینطوری شد. یکم بی‌حس شده، ببخشید. اگه برات خطر داره تکونش نده. اگه میخوای خونه بری کارایی را انجام نده که برات ضرر داره. یوسف منتظرته. دلتنگته. بدون تو اصلا آرامش نداره. میخواد تو براش قصه بخونی. درسته که میخواد داستانو من بهش بگم، ولی قهرمان داستانو نگهبانش خودتوی. بی خیال این حرفم. اگه میخوای یوسف خوشحال باشه باید هرچه زودتر خوب بشه. الان خوبی؟
یکم بهتر شد. چرا رنگت پریده عمه؟ قربونت بره الهی، کی این بلا رو سر تو ورده؟ کی میخواد تو رو بکشه؟ اصلا موضوع چیه؟ ببین، همه یه پیاماش اینجاست. یه مرد بود، به چهرش میخورد قاتل باشه، اسمش هادونه. اگه تو پرونده پیروز بشم این آدم منو میکشه. ازت میخواد پرونده رو قبول نکنی و کار به کارش نداشته باشی، آره؟ وقتی فهمید به حرفش گوش نکردم، در موردم با آدم کشا حرف زدی. به خاطر همین تو پیام تهدیدم کرده؟ وقتی پیامشو دیدم بدنم لرزید. همین آدمه نه؟ علی، خیلی میترسم. آی، این از چهرش مشخصه که خیلی خطرناکه. به خاطر اینکه از این پرونده منصرفت کنن، تا وقتی سند و مدرک تو دستت، تو رو آروم نمیذارن. الان من چی کار کنم؟ این آدم ها آدرس خونمو دارن. دخترم، چرا اینجوری حرف میزنی؟ یه مدت اینجا با ما زندگی کن، مگه نه علی؟ تا زمانی که علی این ماجرا رو حل کنه، تو اینجا بمون و با ما زندگی کن دخترم. یامان، تو خوبی؟ سره همیشونو کنم جناب سرهنگ؟ آره، فقط همین. این که خیلی آسونه، هم آسونه هم سرگرم میشم. زود باش، بیا اینا رو ببریم تو. خب دیگه تو هم اینجایی. الان دیگه به خودت بستگی داره که علی رو به خودت نزدیک کنی یا دورش کنی. سرام، چیت شده؟ میترسم عارف بابا.
سهر، 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 چشمتو بس کن. سالی، خدا رو شکر که زنده ای. زود باش بلند شو. خدا رو شکر که زنده ای. به زندگیت فکر نکردی و منو نجات دادی. نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. خیلی میترسم عارف بابا. نیامان کرمانی کس هیچی نمیترسید، اما حالا میترسم از حسی که امروز گرفتار شدم. میترسم از حسی که امروز به خاطر گرفتن دستش دچار شدم. میترسم آدم از چیزی که بلد نیست میترسه. پسر، تو راهی قدم گذاشتی که اصلا اون مسیر رو نمیشناسی. این حس و ترسم عادیه. نمیتونم این راه ادامه بدم عارف بابا. چون نمیدونم چجوری انجامش بدم. برو جلو. اول باید بفهمی چطوری حرکت کنی. هیچ وقت از احساست فرار نکن. فرار نکن اصلا. تو با تمام وجود عاشق شدی. و نمیتونی اینو از خودت دور کنی. امکان نداره تو آتش عشقش نسوزی. این عشقو با آب سردم نمیتونی خاموشش کنی. الان سوالت اینه که میتونم این راهو برم؟ راهش اینه که تا به هدفت میرسی این عشق رو تحمل کنی پسرم. پس برای این کار آماده شو. جوابمو ندادی. حاضری از این راه پرخطر رد بشی؟ یا مثل یه جسد همونجا میمونی؟
دیدم یه که اومدی اون تو، بعدش کاملا بیهوش شدم. اگه تو منو نجات نمیدادی شاید الان زنده نبودم. سحر، راستش من سحر، حالت خوبه دخترم؟ خیلی ترسیده بودم، خیلی. خدا رو هزار بار شکر که حالت خوبه، خوشحال شدم دخترم. گریه نکن مامان نادره، ببین حالم خوبه. چیزه، من دیگه باید برم، بعدا میبینمت. اگه نتونستی من بهت کمک میکنم. الان باید برم، کار دارم. باشه جناب سرهنگ، واسه‌تون قهوه بیارم؟ آره، واسه خودت هم بیار. شما قهوه میخورین واسه‌تون بیارم؟ دخترم، باید بیشتر تو کار دقت کنی. ببین علی رفته واسه‌ت کار پیدا کرده، قدر این کارو بدون، ناسپاس نباش. مثل بچه ی آدم کارتو انجام بده، قهوه و حرف زدن رو بذار کنار. دخترم بیگم واسمون قهوه درست میکنه، فهمیدی؟ حق با شماست عمه سلطانه. برو واسمون قهوه درست کن دخترم، البته اگه زحمتی نیست. حتما، چرا که نه خاله جون. تو نمیخواد زحمت بکشی کیراز جون، خودم درست میکنم. ممنون. خیلی ما رو ترسونی سحر، من که خیلی نگرانت بودم. اون حالش چطوره؟ نباید به این چیزا فکر کنی، استراحت کن. فرهاد، خواهش میکنم حرف بزن. بردنش آی سی یو، اوضاعش خوب نیست. ببینم فرهاد اون الان اینجاست، تو همین بیمارستانه. تو نجات پیدا کردی، اونم به سزای اعمالش میرسه. دیگه نباید در موردش فکر کنی. مریضو بیشتر از این خسته نکنین، باید استراحت کنه، بفرمایید. باشه، الان میریم. بریم مامان. بازم بهت سر میزنم. استراحت کن تا خوب بشی. مواظب خودت باش دخترم. نگران نباش مامان نادری، من حالم خوبه، خواهش میکنم خودتو ناراحت نکن. به خاطر تو روشی رو انتخاب کردم که درد نزنه. هیچ دردی حس نمی کنی، اصلا درد نمی کشی، خیلی آروم خوابت می بره. منم اینجا پیشتم، هیچ وقت ازت جدا نمی شم. من همیشه کنارتم، همیشه کنارتم، همیشه کنارتم، همیشه کنارتم.
باید مبارزه کنی. اول باید حقیقت رو قبول کنی. هیچ وقت از احساست فرار نکن. مخفیشو نکن. حالا دیگه نمیتونی اون لباسا در بیاری. بخوای نخوای میسوزی. آبم نمیتونه آتیشتو خاموش کنه. حالا سوال اصلی اینه، اگه میخوای این راه ادامه بدی، شرطش اینه تا رسیدن به هدفت به آتش دست دوستی بدی. برای این کار آماده ای؟ داشتم به تو فکر میکردم. نشد حرف بزنی. بیا تو. وقتی تیر خوردی فکر کردم مردی. خیلی ترسیدم. اون لحظه از ذهنم بیرون نمیره. زخمت چطوره؟ الان بهتری؟ نگران من نباش. حالت خوبه؟ احساس خستگی میکنم اما خوبم. چی شد؟ خوبی؟ خوبم، فقط یکم حالم به هم میخوره. دکترها گفتن جای نگرانی نیست، طبیعی. کمکی از من برمیاد؟ میشه داروهامو بدی؟ میگم پرستار بیاد. باشه. اول باید حقیقت رو قبول کنی. هیچ وقت از احساست فرار نکن. مخفیشو نکن. Thank you.
معذرت میخوام علی، میدونم سرت شلوغه، اما من به کمکت نیاز دارم. ببینم در توانم هست یا نه. راستش میخواستم در مورد یه پرونده به هم کمک کنی. ببینم دوست آشنایی تو بورسا نداری؟ بذار ببینم. یه چیزی یادم اومد، وقتی نامزد بودیم یه بار رفتیم اونجا، یادته؟ بعضی وقتا یاد اون روز میفتم. یادم میاد خیلی ترسیده بودم، تو سعی میکردی آرومم کنی. چند تا شماره واسط میفرستم، حتما یکیشون کمکت میکنه. خیلی ممنونم. درباره اون کسی که تهدیدت میکرد و عضو مافیا بود با تیم حرف زدم. تحت تعقیبه، اصلا جای نگرانی وجود نداره، چند روز دیگه پیداش میکنن. خیلی ممنون علی. اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ اگه چیز دیگه ای نیست برم به کارم برسم. راستش یکی دوتا مشکل هست. بذار برم قهوه بیارم، بعدش واسه تعریف میکنم. کیرا سرگرم کارشه، یادش رفته قهوه بیاره. خودتو به زحمت ننداز، نمیخورم. اصلا امکان نداره، زودی برمیگردم. باشه؟ خیلی ممنونم. کی قراره از اینجا بریم؟ هیچ کس چیزی نمیگه. یوسف همش سراغ تو رو میگیره. پرستارم اینجا نیست. میرم با پرستار حرف بزنم. پیشم؟ آره میارمش، آتیش پاره. خالمو میاره؟ خوبه. دلم واسه خالم تنگ شده، واسه تو هم. عمو جون زود بیاین باشی؟ منم دلم واسه تنگ شده آتیش پاره. نگران نباش، خالتا میارم خونه، خیالت راحت باشه. نمیتونم قول بدم عمو جون، نمیخوام دروغگو بشم، چون خیلی ناراحت میشم، دست خودم نیست. قول نده یوسف جان، دیگه نیاز نیست ناراحت باشی، خالت پیش منه. بعدن بهت زنگ میزنم، الان یکم کار دارم.
گفت میان، اونا میان اینجا. داداش زیا، چیزی شده؟ یامان سهرا میاره اینجا زهر، اونا میان خونه، میان خونه. سهر جون، خیلی ما رو ترسوندی، نگرانت بودیم چیزی نشده باشه. من کاملا خوبم. خدا رو شکر عزیزم، خدا رو شکر. اگه چیزیت میشد خدا بهت رحم کرده. اگه اتفاقی واسط میافتاد چی؟ فکرش قلبمو به درد میاره. کی میدونست اوزان همچین آدمیه؟ خدا میدونه چه سختیایی کشیدی. چقدر خوب و با شخصیت به نظر می اومد. هیچ کدوممون چهره اصلیشو ندیدیم. خیلی خوب نقش بازی می کرد. آخه چطور تونست باهات همچین کاری بکنه؟ سهر خانم خوبین؟ خوبم ممنونم. یه خبر خوب واسهتون دارم، امروز مرخص میشین. راستش باید همینجا میموندین، اما آقای یامان میخوان تو خونه بستری بشین. ایشون همه کارهای لازم انجام دادن. ازتون خواهش میکنم خودتونو خسته نکنین، باید بیشتر استراحت کنین. امیدوارم زودتر خوب بشین. ممنونه. علی جون قهوت حاضره، ببرمش تو اتاقت. میخوام یکم با هم پرونده ها رو دیدم، جاهایی که اشکال داشت و علامت گذاری کردم. لاستیک خوب نیفتاده سر جاش. چطوره بریم یه بار دیگه مرورشون کنیم؟ تو برو پرونده ها رو ببین، اگه به مشکلی برخوردی بیا پیشم، همه چی درست میشه، نگران نباش. من به ابراهیم میگم بهت کمک کنه. باش. ببین اگه درست نبندیشون حقوق تو کم میکنم. بیشتر از این زور ندارم، چی کار کنم؟ زور زیاد نمیخواد، دقت میخواد. برو دخترم، برو تو هم کنارش بشی، علی بهت یاد میده. برو پیش علی، نباید یه دقیقه هم ازش دور بشی. معلوم هست داری چی کار میکنی دختر؟ چای تازه دم آوردم. امروز اصلا حالا حوصله ندارم، اگه بری رو اعصابم بد میبینی. گفته باشم امروز خیلی خسته و بیحالی ابراهیم، چت شده؟ چیزی نشده خوبم. چیزی شده ابراهیم؟ ببینم دیشب اینجا بودی، نوبت تو که چند شب بده. مامان جونش از خونه انداختتش بیرون، مامانش حق داره، زیر کردن این آدم شکمو کار خیلی سختیه. میشه انگه چرت و پرت نگی؟ مامانته. قول میدین نخندین؟ مامانم میگه باید عروسی کنم، اصلا بیخیال این موضوع نمیشه. همش عکس چند تا دختر رو میاره و به هم نشون میده، واسه همینم دیشب نرفتم خونه. به خدا خستم کرده، مثل کابوس میمونه، همه میان و اذیتم میکنه. تحمل این همه رنج رو ندارم.
یادت بهت گفته بودم؟ اما یامانت اون دیوه است، خالت رو نجات میده و اونو با خودش میاره، یادته؟ یالا برو خاله. یوسف عزیزم، خیلی دلم واسه تنگ شده بود خاله جون. منم خیلی دلم برا تنگ شده بود. قربونت برم. عمو جون، هیچ کس نمیتونه خالم رو از اینجا ببره نه؟ به هیچ کس اجازه نمیدی مگه نه؟ آره همینطور آتیش باره، نگران نباش. خوشحالم که دوباره میبینم اتون. خوش اومدی دخترم. خوشحالم میبینم اتون. خوش اومدیم. از همه اتون ممنونم. خوش اومدی. برو تو اتاقت استراحت کن. بهش کمک کنین. منم به خالی جونم کمک میکنم. چجوری ببندمش جناب سرهنگ؟ ببین اینجوری میشه، نباید فشار بیاری. یاد گرفتی؟ حالا شد. آفرین. بچه که بودم عمو عثمان خدا بیامرزم واسم تفنگ درست میکرد. وقتی اون تفنگو میگرفتم دستم میدونستم پلیس میشم. فقط تو نبودی، صبح تا شب واسه شاگرداش اسباب بازی درست میکرد، از این کار لذت میبرد. کلاس ما هم میومد اونا رو از کارگه درست میکرد جناب سرهنگ. آره یه ماده خیلی نرم بود واسه منم، یه گهواره خیلی کوچیک درست کرده بود. یه روز اومد سر کلاس ما و گفت هر کی بهترین انشا رو بنویسه هر چی دلش بخواد واسش درست میکنم. من برنده شدم. من اون گهواره رو یادمه کیراست. جدی جناب سرهنگ؟